نخستین باری بود که در یک کشور جمهوری بودم که انتخابات ریاست جمهوری برای شناخت شخص اول مملکت برگزار شد اما علت این که تصمیم گرفتم یه صحبتی بکنم این بود که در رجانیوز مطلبی رو خواندم که نشان میداد چقدر واقعا دید بیماری بر بسیاری از رسانه های ما حاکم است رجانیوز میگوید دموکراسی مدل آمریکایی همچون سال 2004 بار دیگر در سال 2012 خود را به رخ کشید و با وجود انتخاب رامنی از سوی تعداد بیشتری از مردم کشور آمریکا اوباما توانست به ریاست جمهوری این کشور برسد در واقع منتخب اصلی وارد <applause> کاخ نمی شود در تصویر هم یه بار دیگه اگه داشته باشیمش نشون داده این اولا اینقدر عجله کرده این زمانی بوده که تعداد الکترال آقای اوباما به 275 تا رسیده که حالا بالای 300 تا شده و رامنی 203 تا اون رأی کلی مردم که اینجا هم بهش میگن پاپولار ووت راست میگه اینجا رامنی دو میلیون جلوه اما از بدشانسی این آدم این نویسنده این خبرگزاری هایی که فقط دنبال اینن که یه چیزی بگن دیگه که بگن اینا بدن ما خوبیم حالا ما نمیگیم اینا خوبن حالا اشتباه نشود سب کردی اون پاپیولر ووت آقای اوباما برد اما ماها این دو نفر یعنی آقای رامنی و جناب آقای اوباما با هم درگیر شدن این نطخ کرد اون نطخ کرد این حرف زد اون حرف زد چرا این کار کردند؟ برای اینکه مهمه که آدم میخواد شخص اول یه مملکتی بشود مردم هم مو به مو حرکات اینها رو دنبال میکردن حرفاشون رو گوش میکردن مخارج هم که سرسامابر. اما چرا چرا این کارا رو میکردن؟ برای اینکه میخواستند شخص اول مملکتشون رو انتخاب بکنن من به شدت روی این کلمه انگشت محکم میگذارم شخص اول مملکت کشور ما تنها جمهوری در عالم هست که در اون همین مبارزات حالا به شکل کم و زیادی همین مخارج به شکل کم و زیادی همین توجه مردم همین مناظره ها انجام می اما برای تعیین نه شخص اول شخص دوم برابر قانون اساسی رئیس جمهور شخص دوم مملکت یعنی واقعا این همه مخارج و همه این کارا انجام بشود و اینا که ما شخص دوم رو تازه میخوایم انتخاب بکنیم اونم تازه فرض کنید که چل میلیون در صدا که بالاست دیگه میگن 63 درصد 67 درصد اینا همه رأی بدند تازه باید شخص اول اینو تنفیز کنه یعنی بگه که رأی این 40 میلیون اوکی هست این تصویر مال زمانی که تنفیز بود که بچه های ورزشی اونجا نشستن قطبی هم بود البته قطبی تنفیز کرد و رفت سری حالا خیلی این به بحث ما ارتباطی نداره بیشتر بحث این هست که در کدام جمهوری شما سراغ دارید که انتخابات قانونا برای تعیین نفر دوم باشد معمولا رقابت برای نفر اول اونم نفر دومی که به گفته مثلا به فرض یکیشون که آقای خاتمی باشه گفت من یه چی هم و نفر فعلی هم که میگن اینو تحملش کنیم تا این تموم شه یعنی ما تا کی در تاریخمون نباید نقش داشته باشیم تو انتخاب نفر اول اونم نفر اولی که اینقدر قدرت داره اینقدر دستش تو همه جا بازه و این به نظر من آمد که خیلی به نوعی دراماتیکه هم تنزه هم دراماتیکه هم تراجیدیه که چلپنجا میلیون جمشن کلی هم حرف زده بشه اینا که نفر دومو انتخاب کنند اما نفر اول رو چلپنجا نفر انتخاب کنند مگه میشن چیزی نفر دومو ما بریم انتخاب کنیم نفر اول و پنجا نفر تازه اون نفر دومه که میگه من تدارکات چیم تازه از ده تا کانالم باید بگذره همین پنجا نفرم هم که تازه نفر اول انتخاب کنه حالا دیگه اون بحث من نیست ولی واقعا ما باید بالاخره یه کاری بکنیم برابر قانونی درست کنیم که من واقعا موندم این امریکایی ها خیلی کیف کردن اومدن آرایشون رو ریختن به صندوق خیلی هم هیجان داشت خیلی هم مخارج داشت اما خیلی مهم نفر اول رو انتخاب کردن مثلا غیر از نفر اول دیگه نفر دوم که انتخابات نداره که بالاخره یه جوری میشه انتخابش کرد هر چی فکر کردم این بود که تنها کشوری که تنها جمهوری که انتخاباتش برای تعیین نفر دوم هست انتخابات ریاست جمهوریش جمهوری اسلامی ایران است